سلام به دوستان عزیزم، امیدوارم حالتون خوب باشه. امروز میخوام براتون یک نون خوشمزه زعفرونی درست کنم. مواد لازم این نون رو بهتون میگم: 500 گرم آرد احتیاج داریم، آرد سفید، 100 گرم شکر، یک تخم مرغ، 50 گرم کره، بعد 250 میلی لیتر شیر، نیم گرم زعفرون، دو تا قاشق سرخالی چای خوری هم نمک، 7 گرم خمیر مایه. من میخوام توی این نون از کرنبری استفاده کنم که تو ایرانی به اسم قرقات میشناسنش، نون میوه وحشیه که البته یه سری از گیاهشناسا به اسم زغال اختم اینو نام بردن و همینطور یک نمونه زرشک وحشی. اگرم دوست ندارین و در دسترستون نیست، میتونین از کشمش به جای کرنبری استفاده بکنیم. خب این از این. ما اول شیرمون رو میذاریم بلرم بشه، نباید داغ بشه. این مرحله اول انجام میدیم، شیر رو میذاریم گرم میشه، بعد برمیگردم میام پیشتون. خب این شیر رو ما بلرم کردیم، نباید داغ بشه. خمیر مایمون رو توی ظرفی میریزیم، زعفرون هم اضافه میکنیم، بعد شیرمون رو بهش اضافه میکنیم، هم میزنیم. اینو میذاریم تقریبا حدود 10 دقیقه تا به حساب یکم خمیر خشکمون یکم حالت کف‌آلودگی پیدا کنه. خب و این نکترم بگم، وقتی که شیر رو ریختیم حدود تقریبا یک قاشق غذاخوری یا 15 گرم هم به این محلول شیر و خمیر مایمون شکر اضافه میکنیم، میذاریم حدود 15 دقیقه که تقریبا خمیر مایمون یکم حالت کف‌آلودگی پیدا کنه. خب من اینو میذارم کنار. در ظرفی آرتمون رو علک میکنیم، خب این آرت، بقیه شکرمون رو اضافه میکنیم، تخم مرغمون رو اضافه میکنیم، و بعد از اینکه آرد رو علک کردیم شکر و تخم مرغمون رو میریزیم روی آرد، بعد شیرمون رو اضافه میکنیم، خب کرممون رو اضافه میکنیم، نمکمون رو اضافه میکنیم و کرنبریمون رو. این اول میایم با همزن برقی یک 5-6 دقیقه اینو همه موادمون رو با هم مخلوط میکنیم. خب بعد از اینکه چند دقیقه ما خمیرمون رو با همزنه برقی به هم زدیم، روی میزمون یکم آرد میپاشیم و خمیرمون رو حدود 5-6 دقیقه خوب با دست ماساژ میدیم. خیلی خمیر خوب و عالیه. شما میتونید همین خمیر رو به جای زعفرون از طعم هل استفاده کنید، به جای کرنبری از کشمش در این نون استفاده کنید. خب ما اینو قشنگ ورد میدیم با کف دستمون به این صورت. حدود یک ساعت و نیم خمیرمون رو میذاریم یک جای خشک و گرم تا به اصطلاح خمیرمون ور بیاد. خب این خمیر رو من حدود 7-8 دقیقه با کف دستم حسابی ورز دادم. این خمیر دیگه آماده است
تای زرتون رو حسابی به کره آغشته میکنیم به این صورت و همینطور دور ظرفمون رو. خب من این خمیر رو میذارم داخل ظرف و روش هم میپوشونم، میذارم حدود یک ساعت و نیم تا این خمیر ما خوب استراحت کنه یک جای گرم و خشک. بعد از یک ساعت و نیم خدمت شما برمیگردم و بقیه مراحل نون خوشمزه امروز رو بهتون نشون میدم. خب این خمیر رو ما گذاشتیم یک ساعت و نیم بر اومده. این خمیر رو من یکم دیگه دوباره آرد رو میز میپاشم، دوباره یکم دیگه با دستم ورز میدم با کف دستم. خب این از خمیر ما. خب ما این خمیر رو به 12 قسمت تقسیم میکنیم. خب این خمیر رو ما 12 قسمت تقسیم کردم. این هر کدوم از این تیکه خمیرامون رو ما با دستمون لوله میکنیم، تقریبا حدود 15 سانتی متر بشه. بعد به صورت اس به فاصله 2.5 سانتی متر از هم دیگه داخل سینی فرمون میچینیم به صورت اس به این صورت. اینا رو تا آخر ادامه میدیم ولی 2.5 سانتی متر میذاریم بینشون فاصله باشه. خب این خمیره رو من به این صورت در آوردم، دوباره میذاریم این خمیره ما حدود نیم ساعت استراحت کنن. من کره آب کرده رو روی این پلاستیک های پول میکشم چون میخوام اینو رو خمیرم بذارم. این کارو میکنم برای اینکه این باعث میشه که این پلاستیک به این خمیرای ما نچسبه. کاملا به کره آغشتش میکنم و دوباره اینا رو حدود 30 دقیقه در یک جای خشک و گرم خونه میذارم به این صورت. اینجوری دیگه این پلاستیک به زیر به روی این خمیرهای ما نمیچسبه. اونو میده نیم ساعت میذارم یه جای گرم و خشک خونه، بعد دوباره خدمت شما برمیگردم. خب اینا رو من گذاشتم نیم ساعت یکم دوباره جای گرم حسابی دیگه ور اومده. یک عدد تخم مرغ رو توی یک ظرفی به هم میزنیم. من یکم اومدم آب و زعفرونم درست کردم، مخلوط میکنم با تخم مرغم و روی این نونای خوشمزم میمالم. فر رو از قبل رو درجه 220 گرم میکنیم. این نونا مدت 10 دقیقه باید داخل فر باشه. نگاه میکنیم که کاملا روش طلایی بشه، اون موقع نونای ما آماده است. خب من قشنگ با بروز روی همه خمیر رو آغشته میکنم به تخم مرغم و با آب زعفرونم. اینم از نونای زعفرونی امروز ما، خیلی عالی شدن. امیدوارم که خوشتون اومده باشه و این نونای خوشمزه رو درست کنین. یکیشو امتحان میکنم. به به چه نونی شده، واقعا جاتون خالیه. امیدوارم که درست کنین و در کنار فامیل و دوستان عزیزتون نوش جان کنین. تا برنامه آینده همه شما